زخم الهی که میتونه همه شیطان ها رو از زمین دور کنه. گلاسیا سلام. امروز می‌خوام سری به سینمای کره بزنیم و فیلم خشم الهی یا The Divine Fury رو ببینیم که یکی از فیلم‌های باحال تو سبک جنگیری، ترسناک و اکشن محسوب میشه. این فیلم پیشنهادی که خود شما دارم میذارم، امیدوارم خوشتون بیاد. بریم با هم ببینیمش. حواستون به اسپویل کامل صحنه‌های خشنش هم باشه. با شروع فیلم پسری به اسم یانگ هو رو میبینیم. خیلی سریع با دوران کودکیش آشنا میشیم و میفهمیم مادرش رو زمان تولد از دست میده. به مسیحیت هم خیلی اعتقاد داره و مدام با پدرش میرن کلیسا. اینم بگم که پدرش مأمور پلیسه و یه شب بعد خدافظی از یانگ هو میره سر کار. منتها هیچی درست پیش نمیره. برای نگه داشتن یه ماشین به خاطر سرعت بالا میره کنار راننده و با دیدن چشمای سبز هر دو سرنشین شوکه میشه. راننده یه انگشتر مشکی هم داره و صورتش پر از خطای عجیب غریبه. یه رفعه با صدای شیطانی میخنده و راننده پاشو میذاره رو گاز. پدر یانگو هم دستشو به ماشین گرفته و همین منجر به تصرف وحشتناک و له شدن زیر ماشین میشه. وقتی یانگو و مادر بزرگش به بیمارستان میرسن، حال پدر اصلا خوب نیست و رفته توی کما. یانگو سری به کلیسا میره و با کشیش دعا میکنه تا پدرش خوب شه. اونم قول میده که خدا پدرتو نجات میده و شب که یانگو خوابه، پدرشو توی رویا میبینه. پدر بهش میگه همیشه کنارت هستم و حلقه ازدواجش هم بهش میده. در همین حال هم توی واقعی برای همیشه از دنیا میره. میریم به مراسم سوگواری این مرد که کشش کلیسام اومده. یانگ هو حلقه پدرش رو به یادگار برمیداره. خیلی هم عصبانی و بعد پرت کردن صلیبی طرف کشیش بهش فوش میده که چرا خودت پدرمو نجات نداد. و میریم به 20 سال بعد. یانگ هو حالا مبارز UFC شده و توی یکی از مسابقه هاش متوجه تتو مسیح رو کمر حریف میشه. از زمان فوت پدر نفرت عجیبی نسبت به دین و خدا پیدا کرده و حالا میخواد نفرتش رو خالی کنه. میفته به جون حریف و به قصد کشتن میزنتش که لحظه آخر داور جداش میکنه. بعد پایان مسابقه هم یانگ هو رو تو هواپیمایی به سمت شهر میبینیم. دوباره رویایی از پدر میبینه. این بار توی اتاق خیلی تاریک و پر از انرژی های شیطانیه. صدای پدر رو میشنوه که بهش میگه انتقام بگیر. یه دفعه صلیب میبینه و همین که برش میداره دستش آتیش میگیره. فریادی از درد میکشه و وقتی از خواب میپره متوجه میشه دستش واقعا آسیب دیده و حالا زخمی شده. وقتی میرسه به شهر صلیب میره دکتر و زخمو نشون میده. دکتر هم میگه چون مبارزه میکنه یه وقتا پیش میاد، اما هیچ دلیل خاصی پشتش نیستش. ولی ما میدونیم که این قضیه فرق داره. شب یانگو خوابیده و سایه شیطانی رو میبینیم که سمتش میاد. میخواد وارد بدن پسر شه و یه لفه از زخم دستش خون بیرون میزنه. به محض اینکه این اتفاق میفته سایه شیطانی فرار میکنه و یانگو هم فریاد میکشه و خواب میپره. روزها میگذره و هر از گاهی همین اتفاق باز پیش میاد و به محض بیرون اومدن خون از زخم سایه شیطانی در میره. خود یانگو هم کم کم نگران میشه چون هرچی میگذره زخم دستش همونطوری مونده و بهتر نمیشه. بالاخره با اصرار دیگران و شک خودش پیش کسی میره که کارش ارتباط با ماورا طبیعی است. همین که میرسه طرف میگه نیروهای شیطانی دورت پرن، یه چیزی داره که فقط اون داره نجاتت میده. نگاه یانگو به گردنبندش میفته که حلقه ازدواج پدرش رو از زمان فوت همراهش نگه داشته. زن رابطه دنیاها بهش میگه خوابهایی که میبینی بهت میگن انتقام بگیر، صدای پدرت نیست بلکه خود شیطانه. نفرت تو از خدا باعث شده بیاد سمتت. بعدم یه مراسمی انجام میده و وقتی یه صلیب وسط کلی نمک میبینه به یانگو میگه امشب برو به قسمت جنوبی خونتون. اونجا یه صلیبه که تو رو به کسی میرسونه که میتونه نجاتت بده. یانگو شب به قسمت شمالی خونهشون میره و بیرون از خونه نگاهش به یه صلیب میفته. صلیبی که برای یه کلیساست. تصمیم میگیره به همین کلیسا بره و وقتی میرسه اتفاق عجیبی میفته. دسته کلاغ وحشی و میان سمتش و مجبور میشه توی ماشین بمونه. میریم داخل کلیسا. کشیشی به اسم پدر آن همراه کشیش تازه کار دیگه به اسم پدر چوی دارن مراسم جنگیری رو کسی انجام میدن. جنگیری که درست پیش نمیره و مرد تسخیر شده یهو خودشو آزاد میکنه. با وحشیگری میاد سمت پدر آن و پدر چوی که تازه کارم هست یه رفعی فرار میکنه. در همین حال مرد تسخیر شدن به اون حمله کرد و میبینیم چوی که از کلیسا میاد بیرون کلاغ ها میرن دنبالش. یانگو هم از این فرصت استفاده میکنه چون حواسه کلاغ ها نیست پیاده میشه و میدوه داخل کلیسا. پدر آنو از زیر دست و پای مرد تسخیر شده نجات میده. عجیبه که قدرت یانگو خیلی بیشتر از این مرد تسخیر شده است و وقتی اونو رو زمین میندازه قطره خونی از دستش رو صورتش میریزه. خون باعث میشه صورت مرد تسخیر شده یه آتیش عجیب بگیره و پدر آنم همین لحظه ظرفی از آب مقدس روش خالی میکنه. شعله آتیش بیشتر شده و صورت مرد داره ذوب میشه که یه رفع همه چیز تموم میشه.
مرد دوباره صورت خودش رو به دست میاره و این بار شیطانی که تسخیرش کرده خارج شده. پدر آن نگاهی با تعجب به یانکو میکنه و بهش میگه زخم دست تو یه زخم مقدسه. یانکو میگه یعنی چی؟ و پدر آن توضیح میده وقتی مسیح رو به صلیب کشیدن به دست و پاش میخ زدن. زخم تو هم شبیه همون میخیه که به دست مسیح خورد. برای همینم هم قدرتش بالاست و این یعنی مسئولیت بزرگی داری. حرف که یانکو خوشش نمیاد. میگه من اصلا به خدا باور ندارم. فقط میخوام حالم خوب شه. یهو سردردی میگیره. تو سرش باز صدای شیطانی میاد و بهش میگه به پدر آن حمله کن. درد زیادی بدن یانکو رو گرفت و پدر آن کتاب مقدس رو میخونه. چیزی که یانکو رو آروم میکنتش و حالا یانکو همه جریاناتی که فوت پدر پیش اومده رو تعریف میکنه. پدر آنم به خونه یانکو میاد و بعد خوندن دعایی کنار تختش یواشکی صلیبی از گردنش در میاره و میذاره همونجا. قبل رفتنم به یانکو میگه این جریان به راحتی تموم نمیشه. هر وقت کمک خواستی بیا پیش من و از هم خدافظی میکنن. تو راه کلیسا هم همکار چوی رو میبینه که خیلی شرمنده است و به خاطر فرار معذرت میخواد. پدر آن میگه نگران نباش چون همه چیز جزء برنامه‌های خداست. شب میرسه و یانکو بعد از مدت‌ها بالاخره راحت میخوابه. وقتی بیدار میشه نگاهش به صلیبی که پدر آن کنار تخت گذاشته میفته و با عصبانیت میندازتش تو دستشویی. اما لحظه آخر پشیمون میشه و برش میداره میشورتش و به دیدن پدر آن میره تا مثلا تشکر کنه. وسط صحبتام یواشکی صلیبو میذاره رو میز و میاد بیرون. یه لحظه مکالمه پدر آن و با یکی از کشیش‌های بزرگ واتیکان میشنویم. جریان اینه که یکی از کشیش‌ها به نیروهای تاریکی پیوسته و سال‌هاست داره از اونها استفاده می‌کنه. پدر آنم یکی از کساییه که وظیفه‌اش پیدا کردن همین کشیش فاسده و بهش میگن که توی کره جنوبیه. پس پدر آن باید بره دنبالش. حالا با یه شخصیت جدیدم آشنا میشیم. مردی به اسم جی سین. جی سین صاحب یک کلابه و یه بار دیگه هم دیده بودیمش. کسی که پدر یانکو رو به قتل رسوند همین مرده. الان هم داره با یکی از رهبرهای مافیا صحبت میکنه. کسی که جیسین رو تهدید کرده اگه اعضای من راه ندی جونتو میگیریم. اما ترسی سراغ جیسین نمیاد و عجیبش همون انگشتر سیاه و عجیبو برمی‌داره. با نوکش زخمی کف دستش میسازه و با خونی که بیرون زده علامتی رو دستش میکشه. یه دفعه چشماش تغییر رنگ میدن و به آرومی به رئیس مافیا میگه تو مشکلات مهمتری داری. همکار اصلیت که الانم باهات اومده معتاد قمار و برنامه ریخته پولاتو بدزده. رئیس مافیا یکم شوکه شده و سکانس بعد میبینیم که همکارش توی پارکینگ بسته و انقدر میزنتش تا به این بره. جیسین هم تو همین فاصله میره زیر زمین و شروع به خوندن یه دعای شیطانی میکنه. وقتی داره این دعا رو میخونه کم کم حال اون رئیس مافیا بد میشه. عرق میکنه و از ترس شروع میکنه به دویدن. وقتی که دعای جیسین تموم میشه میوفه زمین و قلبش رو میگیره و از بین میره. جیسین هم همزمان داد میزنه این قربانی من برای شیطانه. نکته دیگه ای رو هم میفهمیم. جیسین شنلش رو برمی‌داره و همین لباس کشیش‌های کلیسا تنشه. یادتونه پدر آن دنبال یک کشیش فاسد میگشت. جیسین همونه. سالهاست به شیطان رو آورده و داره فداکاری میکنه براش تا خودشو جوون نگه داره. دقت کنید قیافش دقیقا شبیه 20 سال قبله. همزمان با این اتفاقا یانکو رو میبینیم که خوابیده و دوباره نیروهای شیطانی میان سمتش. با فریاد میپره و صبح به دیدن پدر آن میره. پدر این پرسه چرا صلیب رو برگردوندی و اونم معذرت میخواد. به دفتر کشیش میرن و پدر آن دعایی رو در میاره که میگه خود پاپ اینو متبرکش کرده و خیلی میتونه ازت محافظت کنه و باید نگهش داری تا اون شیطان سراغت نیاد. اونم تشکر میکنه و بعد اصرار پدر آن راضی میشه که با ماشین یانکو به مقصدش بره. تورا هم توضیح میده که باید یه جنگیری دیگه انجام بده و پدر چوی به خاطر اتفاق دفعه قبل ترسیده و نیومده باش. به مقصد میرسن و وقتی پدر آن پیاده میشه یانکو خاطره یا پدر به یاد میاره. پدرش همیشه میگفت باید به دیگران کمک کنی. واسه همینم همراه پدر آن راه میفته. وقتی میرسن دختر یه خانواده رو میبینن. رفتارش عادیه اما پدر آن میگه خیلی وقتا شیطان خودشو زیر چهره دیگران مخفی میکنه. به یانکو میگه دست و پاشو بگیر و همین که آب مقدس رو میریزه دودی از دهن دختر بیرون میاد و رفتارش شیطانی میشه. با وحشیگری پدر آن رو به طرفی پرت میکنه و این بار حتی یانکو هم نمیتونه نگهش داره. دختر با قدرت میبرتش بالا و به آرومی بهش میگه من کسی که 20 سال پیش پدرتو از بین برد و میشناسم، میتونم کمکت کنم پیداش کنی. یانکو فریادی میکشه و حالا با نفرت دختر رو میندازه پایین. داد میزنه میخواد خفش کنه که پدر آن به هوش میاد و جلوش رو میگیره. یانکو هم آرومتر شده، زخم خودش رو دختر میریزه. پدر آنم از آب مقدس استفاده میکنه و یه دفعه شیطان خارج میشه. یه لحظه هم جیسین رو میبینیم که با این اتفاق چشمش خون میاد. نگاه پدر آن روی میز این دختر به عکسی میفته که کنار جیسین گرفته. مطمئن میشه مرد تو عکس کسیه که شیطان وارد این دختر کرده و خب یه احتمال خیلی زیادی هست که همون کشیش فاسد باشه. یانکو هم که آروم تره از پدر آن میپرسه چرا این زخم مقدس رو دست منه؟
من که هیچ اعتقادی به خدا ندارم. پدر آم میگه به خاطر اینکه از اول اینطوری نبودی. تو هر چقدر الان از خدا متنفری، همونقدر قبلا عاشقش بودی. پس میتونی درک کنی که عشقت به خدا چقدر زیاد بوده و تو همه وجودته. برای همینم زخم مقدس داری. دختری که تسخیر شده بود به هوش میاد و پدر آم میپرسه کسی که تو این عکس باهاش ملاقات کردی کجاست؟ این مقصر همه چیزه. دختر بیچاره قبل اینکه حرفی بزنه از چشماش خون میریزن و مدام میلرزه. میریم پیش جیسین. کشش فاسد توی زیرزمین داره مراسم دیگه ای رو اجرا میکنه، مراسمی برای گرفتن روح این دختر برای شیطان. پدر آن سری جریان رو میفهمه و شروع به اجرای کار دیگه ای میکنه، فریاد بزنه و انجیل میخونه و در آخر پیروز میشه. میبینیم که عروسک شیطانی جلوی جیسین هم آتیش میگیره. دخترم میزنه زیر گریه و پدر آن میگه بعدم میام که بپرسم با کی ملاقات داشتی. بعدم همراه یانکو میرن تا غذا بخورن. رابطهشون داره دوستی صمیمی میشه و پدر آن همراه غذا آبجو میخوره. یانکو شوکه میشه و اونم میگه من عادتمه که یه وقت شیطانو دور میکنم بعد میشینم مشروب بخورم و عشق عالمو انجام میدم. میریم پیش جیسین برای شکستی که خورده عصبانیه. داد میزنه و از شیطان کمک میخواد که اون یه چیزی بهش میگه. جیسین باید با پدران مبارزه کنه و تنها راه پیروزیش به دست آوردن روح یه پسر بچه است. پسر بچه‌ای که میبینیم توی یتیمخونه زندگی میکنه و بقیه مدام اونو تحقیر میکنن و کتک میزنن. جیسین به دیدنش میره و با یه سری صحبت و دست کشیدن به سرش قانع میکنه تا روحشو به شیطان بفروشه. یانگ هم میبینیم که بعد جلو شدن کشیش سمت خونه راه افتاده که جیسین از پشت بهش نزدیک میشه. یه دفعه یانگ رو صدا میکنه و خودشو پدر چوی معرفی میکنه. اون همکار پدرانو که یادتونه کلیسا فرار کرد. خب یانکو فقط از پشت اونو دید و چهرهشو نمیشناسه. لباسش هم شبیه جیسین بود و به راحتی قبول میکنه. جیسین بهش میگه منم مثل تو همون زخم رو دستم دارم. پدر آن ازم استفاده میکرد تا اون روز که فهمیدم هرچی قدرت زخمم برای جنگیری استفاده میکنه بدنم ضعیفتر میشه و چیزی به پایان زندگیم نمونده. این حرف شکی تو دل یانکو میندازه و جیسین میگه اگه کمک خواستی بیا پیشم. میریم پیش اون پسری که توی یتیم خونه بود. برای کار جیسین حالا رفتار شبیه جن زده هاست و چند تا خواهر روحانی به پدر آن خبر میدن. اونم تماسی با یانکو میگیره تا ازش کمک بخواد. اما یانکو حرف جیسین رو مخشه و جواب پدر آن رو نمیده. اونم توی یه پیام آدرس مقصد رو میفرسته و تنهایی به دیدن پسر تسخیر شده میره. برخلاف دوتا قربانی قبلی هم تنهایی نجاتش میده. قبل خارج کردن شیطان هم به زور اسمش رو میپرسه و مراسم رو تموم میکنه. اما یه دفعه همه چیز عوض میشه. پسر فریاد میزنه و در حالی که رو هوا معلق شده به پدر آن میگه تو دیگه زورت بهم نمیرسه. یه حقیقت وحشتناکم به زبون میاره. فقط یه شیطان این پسر رو تسخیر نکرده. جیسین بزرگترین تلسمش رو انجام داده و 666 تا روح شیطانی تو بدن این پسرن. پسری که با وحشیگری میاد سمت پدر آن و اونو کلی کتک میزنه، به خواهرای روحانی هم حمله میکنه و میخواد جونشون رو بگیره. اینجاست که یانگو بالاخره تصمیم گرفته و سر میرسه. پسر میندازه زمین و بدون تلف کردن وقت خونش رو میریزه روی اون. پدران انقدر ضربه خوره نمیتونه بلند شه و یانکو به تنهایی آب مقدس هم استفاده میکنه. آتیش خیلی بزرگی از پسر بیرون میاد و همه روحهای شیطانی خارج میشن. جیسین که از زیر زمینش اینو میفهمه فریادی بلند میکشه. یهو تلس میخونه و یه سگ جهنمی روی زمین میاد. سگی که به این یتیم خونه میره و وقتی یانکو همراه پدران و بقیه به بیمارستان رفتن به این پسر حمله میکنه. یه حمله وحشتناک و در نتیجه هم جیسین روح پسر رو برای شیطان قربانی میکنه. با تمام شدن مراسمش جسمی شبیه یه دندون بزرگ از آب بیرون میاد. هدیه از شیطان که یه نیش سمیه. میایم پیش پدر آن و یانکو. خبر این پسر رو میفهمن و با ناراحتی به بیمارستان میان. دوتایی برای نجات روحش دعا میخونن که یه رفعه جیسین توی اتاق ظاهر میشه و یانگ هو میبینتش. از عکسایی که پدر آن نشونش داده میفهمه همون کشش فاسد و میفته دنبالش. توی راه رو اونو میبینه و حالا میفهمه فقط یه تل است. پله های اینجا تمام نمیشن و انقدر بالا پایین میره تا بالاخره به جای قبلیش برسه. به اتاق میاد و جیسین رو در حالی که پدر آن رو گروگان گرفته میبینه. اون نیش سمی هم روی گردنش و قبل اینکه فرو کنه به یانکو میگه دیگه از زخم دستت استفاده نکن، وگرنه نفر بعد پدرت و پدر آن خودتی. بعدم نیشو فرو میکنه و یهو ناپدید میشه. یانکو سری پدر آن زخمی رو تو ماشین میذاره و میبره به خونش. زخم پدر وحشتناک و هی بدتر میشه. حالا نفرت یانکو از خدا جاشو به نفرت از جیسین میده. برای همینم جلوی مجسمه مسیح فریاد بزنه کمکم کن و پدر آنو میبینیم که عجیبش حلقه در میاره و سمتش میگیره. این حلقه حلقه یه که کلیساها به عنوان حق جنگیری به بعضی کشیش ها میدن. یانکو برش میداره و بیرون اتاقم پدر چوی رو میبینه. چوی یه ردای روحانی بهش میده و میگه پدر آن اینو به هم هرکی داده بود و بهت کمک میکنه.
اونم لباس رو میپوشه، حلقه رو برمیداره و با موتورش سمت خونه دختری که تسخیر شده بود راه میفته. ازش میپرسه با کی ملاقات داشتی و آدرس جیسین رو به دست میاره. در همین حال هم جیسین رو میبینیم که چند تا از پیروانش رو جمع کرده، مراسم اجرا میکنه و شیطان وارد بدنشون میشه. یانکو هم به همینجا میرسه. پیروان جیسین منتظرن و بهش حمله میکنن. اما یانکو هم با قدرت زخم و حلقه‌ای که داره، هم به عنوان که یه مبارزه UFC بوده، به راحتی همشون رو جنگیری میکنه. جیسین توی زیر زمین ترسیده و شروع به اجرای مراسم دیگه‌ای میکنه. از شیطان میخواد راه پیروزی رو نشونش بده. شیطان میگه با اون نیش سمی خودتو قربانی کن. دیگه فهمیدیم این مرد چقدر ردیه و بعد اینکه نیش رو به قلب خودش فرو میکنه، خودش رو داخل حوض جلوش میندازه. یانکو هم میرسه و با خروج جیسین از حوض بدن جهش یافتش رو میبینیم. بدنی شبیه مار با قدرتی فوق‌العاده بالا. طبق معمول هم یانکو حمله میکنه و اول جیسین رو میندازه زمین، اما این بار زخم دستش هیچ اثری روش ندارن. جیسین میخنده و حالا یانکو رو زیر کتک میگیره. در آخر هم پشتش وامیسته و میگه به بایانت سلام کن. یه رفعه دندونهای خودش که شبیه نیش شدن رو به بدنش فرو میکنه و لحظاتی بعد یانکو خودش رو توی تاریکی مطلق میبینه. نوری سمتش میاد و پدر رو میبینه که جلوش وایستاده. یانکو میزنه زیر گریه و پدرش میگه من که گفتم همیشه کنارتم و کمکت میکنم. دست یانکو رو میگیره و زخمش نورانی میشه. یانکو چشماشو باز میکنه و حالا دست راستش انگار آتیش گرفته. با انرژی تازهی سمت جیسین میره و اونو شکست میده. حلقه پدر آنو تو همین دست راست میگیره و با فشار زخمش عمیق‌تر میشه. حالا با قدرتی خیلی بالاتر سمت جیسین ضربه میزنه که دستش وارد بدن اون میشه. نیش شیطانی که تو قلبش رو میکشه بیرون و میبینیم که اونو تبدیل به پودر میکنه. جیسین نابود شده رو زمین میفته و یه رفعه حوض شیطانیش هزاران دست از شیطان بیرون میاد. دست هایی که جنازه جیسین رو میکشن داخل جهنم و یانکو با موتورش سمت خونه پدر آن راه میفته. پدر آنم حالا کاملا خوب شده و همون بغل میکنن. سکانس آخر فیلم پدر آن رفته ایتالیا و برای یانکو هدیه میفرسته. یه صلیب با نامه‌ای که نوشته تو که جنگیر خوب میشی و اینجاست که فیلم به پایان میرسه. اگه فیلم کنستانتین جنگی رو دیده باشید میفهمید که این فیلم یه اقتباسی از همون محسوب میشه، ولی خب به شکل کره‌ای که میدونیم اکشن رو همیشه تو همه فیلماشون میاره. اکشنش هم حقیقتا خیلی خوبه، جلوه های ویژه خفنی داره، مخصوصا اون آخرش که دیدیم دستا از حوزه میمدن بیرون طرفو میگرفتن. فیلمش هم نمیشه گفت که کاملا مذهبی و میخواد مثلا مسیحیت رو خیلی خوب نشون بده، قصدش این نیست. به نظرم فیلم خیلی نکته های مهمتری تو خودش داره. مثلا همون جهش که میبینیم پدر آن میاد آبجو میخوره و میگه که قرار نیست خدا با خاطر یه آبجو خورن ازت متنفر بشه. فیلم نمیخواد بگه که چه دینی خوبه چه دینی بده، میخواد بگه که ببین خدای تو رو دوستت داره، اگه باورش داشته باشی کمکت میکنه. حتی یکی مثل یانکو که هیچ اعتقادی به دین ها نداشتش هم کسی بود که یه زخم مقدس روی دستش داشت. میخواد بگه که مهم اینه که تو چقدر خدا رو دوست داری. حالا اصلا پیرو هر دینی میخوای باش، ممکنه یه وقتا کارایی بکنی که به مزاق بعضیا خوش نیاد چون پیرو حالا یه دین خاصی هن، ولی اون خدا رو تو باز میتونی داشته باشی، البته اگه بخوای. چه اجباری توش نیستش، گفتم هر کسی مختار اعتقاد خودش داشته باشه، ولی اگر حس میکنی که خدای وجود داره میتونی بهش نزدیک باشی بدون اینکه خیلی کارها رو انجام بدی. فقط کافیه که از ته دلت بهش علاقه داشته باشی و ازش کمک بخوای. چیز خفن دیگه که منظرم تو فیلمه اینه که میاد نفرت رو به شکل‌های مختلفی نشون میده. یه جمله خفنی هم که داشت گفت ببین تو هر چقدر که خدا رو قبلا دوست داشتی الان همونقدر ازش متنفری. حالا بحث دین نیست، اینو زندگی واقعی هم میتونی حس بکنی. شما اگه یه رابطه بیای بیرون هر چقدر که از طرف متنفر میشی به خاطر اینه که قبلا چقدر طرفو دوست داشتی. به نظرم خیلی درس مهمیه توی این جمله که آدم میفهمه اگر یه چیز متنفر نشده نیاز نداره فکرشو درگیرش کنه چون اصلا اونقدر دوستش نداشت. و هر حال همونطوری که گفتم فیلمش یه اقتباس از جنگیر کنستانتین رو اگه ندیدید حتما تماشا کنید. سعی میکنم تو کانالم بذارم بشه که از خفنای سینمای هالیووده. به نظرم هم توی ورژن خودش که از زبان کره و با سینمای کره ترکیبش کرده خیلی خوب عمل میکنه، نمره های خوبی هم گرفته. اگه دنبال این سبک فیلم ها هستید یه بار حتما با دوستاتون کاملش رو تماشا کنید. امیدوارم خوشتون اومده باشه. لایک کامنت سابسکرایب یادتون نره. روزتون هم گلسیه.